بخشی از این اطلاعات در کتاب تحقیقی عباس میلانی درباره شاه آمده، کتابی که نسخه فارسیش به تازگی منتشر شده و دیشب در لندن رونمایی شد. مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد. شاهنشاه ایران 35 سال بعد از فروپاشی حکومت پهلوی هنوز داستان زندگی شخصی و سیاسی آخرین شاه ایران جذاب است، هم برای پژوهشگران هم برای بسیاری از مردم. میخواهند درباره او بیشتر بدانند. بعضی هم فکر میکنند درباره او به اندازه کافی میدانند. نه، شاه پدیده خیلی پیچیده است. شناختش خیلی 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 پیچیده تر از اونی که هم موافقینش فکر میکنند هم مخالفینش فکر. یکی از مهمترین کتاب‌های تحقیقی درباره محمد رضا شاه پهلوی را عباس میلانی نوشته. او حدود 2 سال پس از انتشار این کتاب به زبان انگلیسی به تازگی نسخه فارسیش را با تغییراتی برای مخاطب ایرانی منتشر کرده. دیشب در کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن نسخه فارسی کتاب به علاقمندان معرفی شد. 20 سال پیش ایرانیکا استاد انسیکلوپدیا ایرانیکا دانشنامه ایرانیکا از من خواستن چند مقاله بنویسم در مورد شخصیت‌های دوران پهلوی، یکی در مورد هویدا. وقتی که شروع کردم دیدم واقعا آدم پیچیده است، محتاج بررسی بیشتری است و اون رو که کارش رو تموم کردم دیدم شخصیت دیگری که در این کتاب در واقع جاش خالیه و رقص هویدا برای 20 سال آخر عمرش دور اوست، شاهه. بسیاری از حقایق تاریخی در آرشیوهای محرمانه انبار شده اند. به مرور زمان و معمولاً با تأخیرهای طولانی بعضی از این اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج می شوند و با دسترسی به آنها پرده از گوشه ای از رازهای تاریخی کنار می رود. عباس میلانی میگوید برای انتشار کتابش درباره شاه از بسیاری از اسناد این آرشیوها همراه با منابع دیگر استفاده کرده. من حدود بین 60 تا 70 هزار صفحه سند در مورد دوران شاه از آرشیوهای بین‌المللی، فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان شرقی جمع‌آوری کردم. هزاران صفحه اسناد اردشیر زاهدی رو خوندم، اسناد درخشانی که نامه‌های شخصی خطی شاه هست. مثلا 14 جلد کتاب شاه رو خوندم، بدون شک با 500 مصاحبه مختلف کردم. کتاب نگاهی به شاه تصویرهای تازه‌ای از زندگی و کارنامه سیاسی شاه ارائه می‌کند که در مواردی با برداشت‌های رایج قبلی درباره او خیلی فرق دارد. تقریبا تصور همه این بود که شاه بین 41 تا 53 میخواست شاه مشروطه باشه، زیاد رغبتی به سیاست نداشت. من نشون دادم که اصلا اینطور نیست، خیلی هم رغبت داشت، خیلی هم نفوذ داشت، خیلی هم فعالیت میکرد. تقریبا همه ای اپوزیسیون متفق قول بودن و هستن که شاه به دستور نیکسون به قول معروف ژاندارم منطقه شد. من نشون دادم که از 4 سال قبل از اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه شاه به صراحت گفته بود که ما می‌خوایم ژاندارم منطقه بشیم. عباس میلانی در کتابش قصه شاه را به شکل زندگی نامه بازگفته، کم و بیش مثل همان شیوه‌ای که در نوشتن کتاب معمای هویدا به کار برد که داستان زندگی یکی از نخست وزیران شاه بود. کاراکتر یعنی شخصیت دقیقاً سیاه و سفید بر نمی‌تابه و نسل امروز ایران، نسل جوان ایران که نسل ایدئولوژی زده دیگه نیست و حتی میشه گفت نسل ایدئولوژی گریزی هست، اینا دنبال شخصیت افراد هستند نه ظاهر افراد. بی تردید هنوز همه رازهای زندگی و حکمرانی شاه آشکار نشده. هر تصویری هم که از او ارائه شود در نهایت بازتاب نگاهی است به او، همچون کتاب نگاهی به شاه. مجید خیام‌دار، BBC.